به ادامه برنامه خوش آمدید عزیزان بیننده. اینجا برنامه سال نو هست و ممنونم که بیننده برنامه ما هستید. در این قسمت از برنامه ریاست محترم تربیت بدنی ولایت هرات در برنامه هستند و قرار هست که صحبت بکنیم پیرامون فعالیت‌های ورزشی هرات. مولای صاحب فاضل در برنامه هستند و قرار هست که واکاوی بکنیم اموری که انجام پذیرفت در سال گذشته در ورزش هرات. هرات پارسال دستاوردهای زیادی داشته در ورزش‌ها، در بخش‌های متفاوت و قرار هست که با مولای صاحب صحبت بکنیم. مولای صاحب سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه و سال نو شما مبارک. تشکر، خیلی. اگر سلام علیکی هست با مخاطبین ما. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی و احتتو بحب الله جميعا ولا تفرقوا. اول تر از همه سلام، عرض و ادب خدمت شما و طریق شما به بیننده‌های محترم تلویزیون استقلال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. خدا شما را حفظ بکنه. مولای صاحب، قرار هست در رابطه با ورزش صحبت بکنیم. وضعیت ورزش هرات از وقتی که شما آمدید چه کارها صورت گرفته؟ مردم ورزش میکنن نمیکنن؟ چه کارهایی میکنید؟ محدودیتی وجود داره نداره؟ به چه حالت است؟ برنامه ها و پلان هایی که ما در طول سال داشتیم این بود که مسابقات و برنامه های ورزشی خود را به عنوان فرهنگ و صلح و امنیت و سباست در ولسوالی ها توصیح بدهیم و الحمدلله ما در این پلان ها و برنامه های خود کامیاب شدیم. و همچنین پلان ها و در ریاست تربیت بدنی ولایت هرات این بود که ما در هر ولسوالی نماینده های ورزشی داشته باشیم و الحمدلله این پلان های خود کامیاب شدیم و در هر ولسوالی یک نماینده تعیین نمودیم. در هر بخش ورزش یک نماینده مربی داور ما اینجا تعیین نمودهیم و الحمدلله کارا جریان دارد و مردم بسیار خوشحال هستند در این بخش ها. مردم ورزش میکنن؟ بله زیاد شده ورزشکارا؟ بیشتر رشدی ورزش که از بعضی ورزش های عنوانی که ما داریم مثلا گوشتی، بیشتر مردم ایراد خصوصا در ولسوالی ها به گوشتی و فوتبال بسیار علاقه دارم. به این بخش های دیگه که بسیار کم است و مردم شهر که است البته بخش های دیگه بسیار علاقه خوبی دارم. بخش های رزمی دیگه فدراسیون ما در هرات تقریبا به تعداد 54 فدراسیون داریم. 54 فدراسیون داریم و هر فدراسیون ما الحمدلله بسیار جوانای خوبی، بسیار مردم ارزشمندی در اینجا درس دارم که با اونا توانستم که به بیرون از کشورم به مدال طلا و نقره آوردم و ریاست تربیت بدنی ما را بسیار در سطح هرات و خصوصا در سطح افغانستان و در مقابل کابل بیشتر وقتا شده که در مقابل کابل و هرات و کابل یا اول شده یا دوم شده. در سطح افغانستان رقابت بین اینا بوده، رقابت بین ولایت ها و خصوصا در کشورهای آسیایی اگر اول نشده دوم شده، دوم نشده سوم، صد شده که مدال طلا و نقره آوردن. و این نشان دهنده ای هست که فرهنگ ورزش نهادی نشده نسبتا، مردم ورزش میکنن. بله هم مخصوصا مردم... توی از این زمانی که مواد مخدر منع شده و مردم باید ورزش بکنن که دورتر بشن از قضیه، درسته؟ الحمدلله ما چند مدتی که به ایث رئیس تربیت بدنی ولایت هرات ما تعیین شدیم، مردم بسیار رشد پیدا کرده به ورزش. مردم حتی جوانان زیاد، هر جوان میخواد که به خود یک کلب جور کنه. بسیار مقدار علاقه دارم، بسیار علاقه خوبی دارم به ورزش. ما توانستیم به همین مدت کم به هرات به هر بخش و هر فدراسیون به تعداد کل جمع 100 کلب تا حالی ما جور کردیم، امر دادیم که کلب جور شده. بله، بسیار رشد خوبی دارم. جوانای هرات به ورزش بسیار رشد خوبی دارم و فعال هستن. خودتون هم ورزش میکنید مولای صاحب؟ بله کم کم نکنم ورزش، بسیار کم. دوش، پیاده روی، از این ورزش ها، درسته؟ من بیشتر به حساب ورزش که علاقه دارم به بخش های رزمی بسیار علاقه دارم. رزمی؟ بله. ورزش هم کردید داری بخش؟ بله. چه رشته ای؟ به حساب رزمی. رزمی؟ بله. همه فول رزم. بله. دیگه از دستاوردهایتان بگین در سالی که گذشت. دامش صحبت های شما رو بشنیم، چه کارهایی صورت گرفت؟ ما البته دستاورده که ما داریم گفتم، بیشترم گفتم که به سطح هرات به تعداد 100 کلب به حساب ریاست تربیت بدنی بالای 100 کلب البته اضافه شده و باز پیشتر از این مدت مردم افغانستان به جنگ آغشته بودم و الحمدلله بسیار به ورزش علاقه دارم و ما دستاوردی که کردیم به حساب سوناها که است به هر سونا
دو شناور تعیین کردیم. دو شناور که دوان پیشتر مردم بسیار به این اوضاع بعد دو از بین میرفتم. میرفتم جوانان بدم آب بازی میکردم، کسی نبود که اونا نجات بده. آه قریق نجات. نجات. بله قریق. بله بله. بله نجات قریق ما بود، اونا تعیین کردیم به هر برفی آب سونا سونای آب بله. بازی که هسته و حوضای آب بازی که هسته به هر سونای ما تقریبا دو شناور و نجات قریق اونجا تعیین کردیم. بله. و از جمله چیای ما که هسته در این بخش که ما فعالیت کردیم به ولسوالی ها بیشتر رفتیم. مردم بیرون از شهر بیشتر ورزش علاقه نداشتم، بیشتر ندیده بودم اینقدر ورزش. ما به ولسوالی ها رفتیم، اونجا کلاپار جور کردیم و به چند ولسوالی کلاب جور شده، فدراسیون جور شده. مردم به حساب ورزش بیشتر علاقه پیدا کردم و همکاری همه جانبه میکنم. خود ریاست تربیت بدنی، بسیار یک ریاست کم اقتصادی است، از وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است. بودجه نداره و جوانان هم به این بسیار سرکار است. جوانان هرات بیشتر 90% مردم هرات به ورزش علاقه دارن. بله. 90% مردم هرات به ورزش علاقه دارن. مشکلاتی که دارید در کنار بودجه چه هست؟ دیگه در تربیت بدنی شما چه مشکلاتی را دارین و چه مسائلی هست که میخواید حل بکنید پلانهایتان برای سال 1403؟ یک گپی هست که مردم علاقه زیاد داره و سرمایه گذاری هایی که در هرات بود و در افغانستان بود، او سرمایه گذاران از هرات رفتن و همکاری نمی کنم خود ریاست تربیت بدنی و هر امارت هم خواه البته کم کم همکاری می کنه و بعد این بیشتر مردم به زیاد همکاری کنه. دست مردم که خود ما باشه و خصوصا دست تجار هرات، زمانی که دست تجار هرات امرای ما باشه، ما میتونیم بسیار خدمت بکنیم به جوانان هرات. البته همکاری نمی کنم، بیشتر تجاری که در هرات هست نمی فهم به چی دلیل همکاری خود ریاست تربیت بدنی ندارم. و شما خواهان همکاری هستید؟ 100% خواهان همکاری هستم که دست به ما بدم و به این جوانان هرات همکاری زیاد داشته باشم. بله. یک مسئله هست، 14 جنگ، 5 جنگ در افغانستان حدوداً 5 باعث از این شده که بسیاری ها به مواد مخدر رو بیارن، از ورزش گریزان شون، فضا به او حالتی که باید باشه نبود. طی 2 اخیر یک کمی پیشرفت ها صورت گرفت، اما باز هم ازدیاد ساقی ها و مواد مخدر در درون شهر باعث از این شده بود که ورزشکارای ما حتی دوپینگ کنن. بله. و وارد ورزش هم اگر میشن از این مواد مخدر استفاده کرده وارد شد. بله. الان کشت مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر الحمدلله منع شده. بله. و نیست. بله. کم شده، کم رنگ شده. ساقی ها بازداشت شدن، گرفته شدن. بله. و مردم الان فضا بیشتر برای ورزش بازتر شده. چه پلان هایی هست که بیشتر مردم جمع شوند؟ چه کارهایی میخواهید بکنید که مردم بیشتر به ورزش رو بیارن؟ هرچند بودجه نیست و مردم چگونه میتونن به شما کمک بکنن؟ اینه یک موضوع است که بیشتر ما یک کلمه دیگه هم گفتم که در افغانستان به مدت 20 سال، البته بیشتر به سند کمی که من دارم، که من 20 سال میشه به جنگ مردم افغانستان آغشته بودم. مردم بیشتر به این موضوع بود که به ورزش علاقه نداشتم. هر جوان هرات و هر جوان افغانستان بیشتر مردم مصرف جنگ بودم، بقیه هم مصرف مواد مخدر بودم. با مواد مخدر علاقه داشتم. و البته آره بسیار کار خوبی است که مردم هرات به ورزش بسیار علاقه پیدا کردم و امارت اسلامی این کمک زیاد کرد که مواد مخدر در سطح افغانستان بند کرد. در سطح افغانستان بند کرد و مردم از مواد مخدر بسیار کمرنگ شد. مواد مخدر به حساب مواد مخدر بسیار علاقه ندارم مالی و خواهان بسیار ورزش هم بسیار خواهان دیگه کارهای در سطح هرات هستم. البته مواد مخدر بسیار عالی خوب است که امارت اسلامی جلوی رو بگرفته و کمرنگ شده. بله. یک مسئله دیگه هست، ورزش بسیاری ها در یک زمانی برای پولدارا و اغنیای جامعه می دانستن. بله. اگر یک جوان فقیر پیدا شد، ورزشکار خوبی باشد، در رشته خودش واقعا بدرخشد، هر رشته ای که باشه، حالی اور کار نداریم که در فوتبال است، فوتسال است، وزنبرداری است یا رزمی، در هر رشته ای بسیار بدرخشد، حمایت میشه؟ بله، چرا نشه. بیشتر من به شما یک کلمه گفتم که فعلا سرمایه دارای ما به ورزش همکاری نمی کنم. بیشتر که بود ورزش کلا تحت
رهبری سرمایه گذارا بود. باید مردم قریب نمی آمدم که می گفتم شاید که ورزش ما بریم ورزشکار داشتیم سرمایه نداریم یا بودیجه نداریم. بله. و الحمدلله علی کلاپا بسیار خود جوانان هم کاری زیاده می کنم و حساب فیس از اونا کمتر می گیرم و اونا بسیار رشد می دم و به غیر از اون دیگه هم کاری های خود جوانان تک تک جوانان هرات می کنم. بله. آخرای برنامه هست ای بخش مولوی صاحب، اگر چیزی هست که شما میخواید بگید و ما از شما نپرسیدم، ای شما و ای مخاطبین ما. بله. ما خب بیشتر البته گفتم افغانستان که هست بسیار یک مردمی قریب مردمی متعفی است. بیشتر 20 سال در تای 20 سال به جنگ آغشته بودم و بعدم به هر حال به سطح جهان به بیشتر مسابقات ها اول نمبر دوم نمبر شدم و خصوصا ما یک مسابقاتی داشتیم به کوریای جنوبی. کوریای جنوبی مدال سوم آوردم و مسابقات در سطح کشور آسیایی بود و البته فکر کنم مقام او دوم آوردم. فدراسیون فوتبال هرات که از جمله فدراسیون فعال و برجسته در سطح افغانستان است، در سطح افغانستان است و از جمله میزبان تیم ملی هم است، از جمله میزبان تیم ملی هم است که توانست بسیار جوانان در این رشته رشد داد و فوتبال بسیار علاقه پیدا کردن مردم هرات و خصوصا مردم هرات بسیار علاقه خوبی پیدا کردن و چند مسابقات چهار جانبه به حساب ریاست فدراسیون فوتبال بگرفت. بله. بسیار کارهای خوبی شده در هرات الحمدلله. بله، مسابقات زیر 17 سال، 18 سال، 16 سال، 16 سال گرفت. بله. جوانا بسیار رشد کردن. تیم ملی هم اینجا آمد با صرافان بازی کرد و مسابقه بسیار جذابی بود و چقدر مردم استقبال کردن. اینها هم از دستاوردهای شما بود و به شما تبریک عرض میکنم این همه دستاورد را و امیدوارم که بیش از گذشته پیشرفت بکنید و در سال 1403 که خلاص شد در اول سال 1404 باز ما و شما بشینیم از مدالا و از کپا و از دستاوردهای ورزش صحبت بکنیم. انشالله به می سال گذشته هم الحمدلله زیاد مدال آوردم جوانای ما و تیم شنا که است تیم شنا به کابل یک مسابقات گرفته شد که اونجا مدال دوم و سوم مدال نقره و طلا رو اونجا کسب کردم و دیگه فدراسیون ها که است البته جمله فدراسیون ها است که فکر ما نیه. ما تقریبا 54 فدراسیون داریم. بله. و به حساب کارهای دونا بگیره بیخه بیاندازه میشه. بله بله بله. بعد بعد فدراسیون ها کم کم امیت گفتیم که وقتم زیاد گرفته نشه. بله بله, بله. بزرگوار شما، خیلی ممنونم از شما مولای فاضل رئیس محترم تربیت بدنی ولایت هرات. متشکرم از شما بینندگان عزیز که بیننده ما هستید. بریم با هم یک بخش ببینیم، برمیگردیم و در پایان برنامه با شما خواهم بود.